رسیده ایم از بحث رشحاتی که سخن گفتیم در بیان حکمت‌های مرگ بود که راجع به آن سخن به اطناب گفتیم و مباحث فراوان رو مطرح کردیم. در ادامه آن مباحث به موارد دیگری اشاره می‌کنیم. مولانا در این بحث و در این وهله و مرحله عنایتی دارد به مفهوم مرگ و مفهوم اینکه این مرگ چیست، مرگ اندیشی چگونه باید باشد و انسان چرا بایستی به مرگ توجه کند و مرگ رو یک زندگی دیگر بداند. آنچنانچه در افواه عوام و در افکار مردم عادی هست، مرگ رو معادل نیستی فرض می کنند. مرگ چیزیست که انسان با رسیدن به آن دستش از دامن دنیا کوتاه می شود و به سوی نیستی و فنا و نابودی حرکت می کند. این در دیدگاه عوام مطرح است، اما در دیدگاه خواص و اولیای الهی مرگ جز زندگی جدید، زندگی بهتر، روش عمیق‌تر حس این جهان و طبیعت چیز دیگری نیست. آنچنانچه گفتند عرفا و بزرگان مشتاق مرگ هستند، برخلاف عوام و ساده لوحان و آنهایی که از عالم دیگر بی خبر هستند که این دنیا را بسیار مهم میپندارند، بر این دنیا بسیار علاقه میورزند و سعی میکنند هر چه که در این دنیا میتوانند از آن سود و بهره ببرند و البته بهره های مادی. در برابر اینها اولیای الهی هستند که این اولیای الهی این دنیا رو مزرعه میدانند برای آخرت و جایگاهی میدانند که بتوانند در اینجا کسب معرفت بکنند برای زندگی حقیقی. مولانا خواهد فرمود و خواهیم خواند در این مباحث که این جهان رو بی اصل و بی بنیان میداند و معتقد است که این جهانی که در آن هستیم، این کیهان و کهکشان و همه آنچه که در این جهان هست، همه یک خواب و خیال است و بحث می کند که چنانچه ما در خواب می بینیم که مثلا دستمان بریده شد، در خواب می بینیم که مردیم، ولی پس از آن که از خواب بیدار شدیم به آن خواب خود خواهیم خندید و او رو به سخره خواهیم گرفت. من چقدر نگران بودم در خواب که مثلا فلان عزیزم از دست رفت، ولی اکنون که میبینم الحمدلله خواب بوده است و واقعیت نداشته است و چنین چیزی نبوده است. مولانا خیلی زیبا بیان میکند که این جهان خواب و رویایی بیش نیست و حقیقت زندگی این جهان و حقیقت زندگی انسان و آدم و آدمی مربوط است به حیات بعد از این مرگ و اشاره می کند به این که همه موجودات در فرایند توسعه خود و در فرایند تکاملی خود هر لحظه که از حالتی می میرند به حالتی بهتر و زیباتر زنده می شوند. از هر قسمی که بمیرند، از هر حالی که بمیرند، در حالی بهتر به زندگی خود ادامه می دهند. همان جا که مشهور است گفت از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مولانا فرمود در آن ابیات بسیار مشهور که من جامد بودم از جمادی، وقتی مردم آن وقت من نبات شدم و حیات رو به دست آوردم. من وقتی که از جامد بودن رها شدم، یک پله به سمت تکامل
بیشتر پا نهادم و متکاملتر شدم. وقتی که نبات بودم، گیاه بودم، از گیاه بودن مردم و به حیوان بودن زنده شدم. طبیعتاً بنابر اصول تکاملی که مورد پذیرش علوم ظاهری هم هست و انسان به هر حال وقتی که این مدارج رو طی می کند، وقتی از جماد می میرد به نبات زنده می شود، از نبات می میرد به حیوان زنده می شود، از حیوانیت می میرد و به انسانیت زنده می شود و بعد می فرماید که از انسانیت هم خواهم مرد و از ملائک و فرشتگان بال و پر برخواهم هم آورد. و آنجا می گوید که پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. میگه من چرا باید از مرگ بترسم وقتی که هر مرگی که بر من روی میدهد مرا متکامل تر میکند، مرا در عالم تکوین بالاتر میرود، من چرا باید از این مرگ بهراسم و این مرگ رو معادل نیستی و نابودی بدانم؟ من هر وقت از هر حالتی که بوده است وقتی زنده شده مرده ام به حالتی بهتر زندگی یافتم. لب لباب مطلبی که مولانا میخواهد ما بگوید همین است. مثالی میزند، مثالی میزند که در این میانه به آن میپردازیم. حکمت‌های مرگ رو بیان کرد و آن قصه حضرت لقمان رو هم گفت که همه شنیدید که حضرت لقمان خواجه‌ای داشت، بزرگی داشت و او برده‌ای بود. او روزی افراد رو فرستاد برای اینکه میوه‌ها رو جمع کنن بیاورند، ولی غلامان آمدن آن میوه‌ها رو خودشان خوردن و به خواجه ندادن. وقتی که برگشتند همه گفتن که این لقمان اینها رو خورد. لقمان گفت که اگر می‌خواهی ما رو امتحان کنی به همه ما آب گرمی بده، ما را بدوان تا معلوم شود چیست. و چنین کرد و همه وقتی که آنچرا که خورده بودند و در نهادشان بود بیرون ریختند، از آن آنها، از مال آنها، از شکم آنها و از معده آنها میوه ها بیرون آمد و از معده لقمان آب صاف. مولانا این مثال رو هم میزند که آن جهانی که هست، آن قیامتی که وجود دارد، این قیامت عظیم و قیامت عظما برای این است که ما بتوانیم آنچرا که در درون داریم این رو هویدا بکنیم. مولانا هی به ما میگوید که هر چیزی که انسان در درون خود دارد در همین عالم ماده او رو حتما بیرون خواهد داد. اگر ما ندانیم که دانه کدام درخت در زیر خاک پنهان است، بعد از مدتی، بعد از رستاخیز، بعد از قیامت آن دانه، بعد از اثر تکوینی آن دانه خواهیم فهمید که این چه بوده است. این درخت گلابی میدهد یا در حقیقت درخت سیب است یا درخت آلو است یا چه چیزی است، یا اصلا درخت نیست، فاسد بوده است این تخم و این دانه و راه به جایی نبرده است. بنابراین آنجایی که گفت یوم تبل السرائر، آنجا که سرها و اسرار انسانها مکشوف می شود و همه انسانها می فهمند که چه بوده اند، از کجا چه کاری را آورده اند، همه آن چیزی که در طول 60-70 سال عمر در این جهان داشتند آنجا عرضه می کنند. گاهی نامه اعمالشان به دست راست است، گاه به دست چپ است، گاه از پشت سر به آنها نام اعمالشان را می دهند و قصه هایی از این قسم. حال مولانا می رسد به یک بحث دیگر که آن شعر اعتراضی که هست و جلسه قبل هم خدمتتان گفتم که جامی است که عقل آفرین می زندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف، میسازد و باز بر زمین میزندش. این بحث کلامی و این بحث عمده‌ای که
مخالفان معاد و مخالفان دین مطرح کرده اند این است که این جهان انتهای جهان است و خارج از این دیگر چیزی نیست. هرچه هست در همین جهان است و چون هرچه هست در این جهان خواهد بود، از این جهت ما چیزی خارج از این وجود نداریم که بتوانیم به او توجه کنیم و بتوانیم که با او همراه باشیم. هرچه هست در این جهان است، خوبی و بدی همین جا هست. سعی کن این چند روزه دنیا که هستی خوش بگذرانی و عیش و نوش کنی، چون که بعد از این همه خواهند رفت، هزار سالگان هستند به قول خیام که آرمیده اند و هیچ کدام زنده نیستند. و گفت در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد و خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش، کجا هستن آنها؟ خب چون نه کوزه‌گر هست، نه کوزه خر هست، نه کوزه فروش هست، پس دم غنیمت بشمارید و الان هر کاری از دستتان برمی آید انجام بده. البته این از جهت اینکه زمان رو انسان مغتنم بدارد و وقت رو مغتنم بشناسد، این بسیار خوب است. اما اگر معنی آن این باشد که بعد از این جهان دیگری نیست، ما در اینجا بحث داریم. این که همیشه ایراد گرفتند به اگر خداوند حکیم است، اگر خداوند علیم است، دانا است، چگونه است که یک انسانی رو با همه وجود و خصوصیات می آفریند، بسیار هم زیبا می آفریند، او رو بزرگ می کند، با رنج و با درد او رو عجین می کند، بعد از اینکه آمد بزرگ شد و به جایی رسید، تازه وقتی که صاحب همه چیز شد، واقعیت قصه ما این چنین است، تا جوان است به خامی می گذراند، بعد که رفت و چیزهایی به دست آورد، ازدواج می کند، فرزندی می آورد و این فرزندان رو تا اینکه به جایی برساند سرش مشغول همین قصه زندگی است. و بعد از آن که خواست یک نفس راحتی بکشد، آن وقت میگویند که خب وقت از تشریف بیاورید، دیگر جای شما نیست. این اشکالی به حکمت الوهیت کردند. مولانا در اینجا با یک مثال زیبا این رو بیان میکند، قصه حضرت موسی رو میگوید که موسی از خدا خواست و به او گفت که تو چرا این همه انسانها را می آفرینی، آن هم اینقدر زیبا می آفرینی، اما بعدش اینها را خود به دست خود از بین می بری، اینها را فانی می کنی، اینها را نابود می کنی. مگر ما چنین ممکن است بکنیم؟ مگر انسان عاقل چنین می کند؟ یک عروسکی، یک بتی بسازد بسیار زیبا، نقش و نگاری بر او بنهد و او را در فی احسن تقویم بسازد و بعد بزند یک دفعه با یک پتک بزند این رو بشکند؟ کدام کودک چنین میکند که این خداوند به قول ما حکیم، به قول شما حکیم چنین میکند؟ این ایراد بزرگی است که گرفتن. و مولانا بسیار آرام و خیلی راحت و زیبا جواب این رو میدهد و انسان به نظرم واقعا قانع میشود. حکمت دیگر در مرگ اظهار حقایق خلایق است. خب اینجا یه بحث دیگری بازی شود، یعنی این که این خلقها حقیقتشون هویدا نیست. آنچه که ما داریم آن حقیقت نیست، آن ظاهر قصه هست. آن چیزی که ما به دنبال آن باید باشیم حقیقت مسئله است. حقیقت چیست؟ حقیقت چیزی است که در ظاهر او رو نمی‌شود فهمید. حقیقت در کنه مطلب است، در عمق جان موجودات و سایر ما خلق الله هست. حکمت دیگر در مرگ اظهار حقایق خلایق است. حقیقت یک دانه کی آشکار می‌شود؟ یک دانه حقیقت واقعیش کی به ظهور میرسد؟ آن وقتی که این دانه رفت در دل خاک و
بعداً سر برآورد، نهالی شد و بعد از آن نهال درخت کاملی شد و بعد از آن میوه آورد. تا زمانی که این میوه نیاورده باشد، این دانه به حقیقت خود و حقیقت متکامله خود نرسیده است. یعنی در ورطه نابودی قرار گرفته است و هنوز آن قوت عظیم او به فعلیت نرسیده است. همه چیز در جهان چنین است. اگر ما یک چیزی را مهمل بگذاریم و با او کاری نداشته باشیم و مقابل تکامل او را بگیریم، آن وقت است که ما بدی کرده ایم. اگر خداوند ما را نکشد و ما را به حیات دیگری زنده نگرداند، آن وقت به ما ستم کرده است. آن وقت است که حکمت الهی زیر سوال می رود. اما وقتی که مرا از جمادی می راند به نباتی می رساند، به من لطف کرده است. و از نباتی میمیراند و به حیوانیت میرساند، مرا بالاتر برده است. از حیوانیت به انسانیت، از انسانیت به فرشتگی و ملکوت میبرد. و همچنین این سیر ادامه دارد. این که اگر کسی بیاید بذرهای فراوان رو بردارد و اینها رو مهمل بگذارد تا اینها خود به خود فاسد شوند، این خلاف حکمت است. اما اگر این بذر را بکارد و از آن محصولات بهتر و نوین‌تر و در حقیقت خروجی زیباتر و متکامل‌تری از آن بگیرد، البته این کار خوبی است. این که ما بگذاریم طلاها در قسمت مکنون زمین بمانند و هیچ کس آنها را استخراج نکند، خب آیا این موافق حکمت است؟ حکمت آن است که ما این طلاها را برداریم، اینها را ذوب کنیم، اینها دچار زجر و خلاصه ناراحتی بشوند، ذوب بشوند و بعد از آن از این طلاها آنچرا که بایستی از طلا بسازیم، زیورآلات زیبا و گردنبندهای زیبا و دستبندهای زیبا از آنها بسازیم. وگر نگر آنها میماندن که آنها به اصل تکاملی خود نمی رسیدند. حکمت دیگر در مرگ اظهار حقایق خلایق است. این خلقهایی که خداوند آفریده است، اینها رو حقیقتهاش رو ظاهر کند. چنانچه موسی کلیم الله علی نبینا و علیه السلام طلب کرد حکمت مرگ را از حضرت حکیم علی الاطلاق. حضرت موسی گفت که خدایا چرا اینها رو می آفرینی به این خوبی و بعد اینها رو بر زمین میزنی و میشکنی، اینها رو میمیرانی، این چه حکمتی است؟ چرا چنین میکنی؟ جواب آمدن از حضرت حق او را و الیه اشار المولوی. گفت موسی که خداوند حساب. اولا این خداوند حساب رو میگه که یعنی خداوند حساب کتاب میداند و خداوند حساب است و پروردگار حساب و کتاب است و پروردگار دقیقی است، میداند همه چیز با حساب کتاب دقیق همراه است. گفت موسی که خداوند حساب، نقش کردی باز چون کردی خراب. وقتی که نقشی رو آفریدی چرا او رو خراب کردی؟ یک نقاشی می آید یک نقشی می کشد و بعد خود همان نقش رو از بین می برد، این چه کاریست که تو انجام می دهی؟ نرماده نقش کردی جان فضا، وانگهی ویران کنی این را چرا؟ نر و ماده رو آوردی، نقش کردی، وانگهی ویران کنی این را چرا؟ چرا این رو بعد از اینکه آوردی همش رو ویران کنی؟ در قرآن هم هست، در متون دینی ما هم هست که همه چیز از نر و ماده ساخته شده است و نر و ماده در حقیقت دو عنصر حقیقت هستند، دو عنصر جهان هستند، دو عنصر خلقت هستند. قدما فکر میکردن فقط انسان ها نر و ماده دارند و بعضا مثلا اعراب بدوی میدانستن که خرما هم نر و ماده دارد، حیوانات نر و ماده دارند، ولی برای چیزهای دیگر، برای جمادات اینها نر و ماده ای در نظر نمیگرفتن. اما قرآن در جاهای بسیاری به این اشاره کرد و مفسران آن زمان چون نمی‌دانستند این قطب منفی و مثبتی که در جهان هست و همه جهان بر مبنای این قطب‌های مثبت و منفی شکل می‌گیرد، چون اطلاع نداشتند از این جهت تفسیرهای بیراهی کردند. اما اکنون که
این قضیه توسط علم فیزیک روشن شده است و مدت هاست که این اتفاق افتاده است، از آن جهت دیگر هیچ منعی وجود ندارد، ما به راحتی می توانیم اون آیات قرآن رو به حقیقت آن تفسیر کنیم. نرماده نقش کردی جان فضا وانگهی ویران کنی این را، چرا گفت می دانم که این پرسش تو را، نیست از انکار و غفلت و از هوا. می دانم که این پرسش تو از غفلت و انکار و هوا و هوس نیست، ورنه تأدیب و عتابت کردمی، بهر این پرسش تو را آزردمی. لیک می خواهی که در افعال ما باز جویی حکمت و سر و بقا. می خواهی بدانی که حکمت این کار چیست، سر این را به دست بیاوری و بقای این کینونت و خلقت ما رو درک بکنی، تا از آن واقف کنی مرآم را. می خواهی یاد بگیری وقتی مردم سوال کردن جواب بدهی، پخته گردانی از آن هر خام را. روشنه. پس بفرمودش خدا که زول و باب، چون بپرسیدی بیا بشنو جواب. خدا من فرمود که اگر سؤالی کردی جوابی به تو خواهم داد. موسیا تخمی بکارن در زمین، تا تو خود هم وادهی انصافی. گفت برای اینکه این سؤال رو جواب بگیری یک کاری باید بکنی، ببر یک دشت رو پر از تخمها، از گندم و جو بکار، تا اینکه جواب سوالت را خودت به دست بیاوری. خب موسی رفت چون این کرد، چون که موسی کشتش شد تمام، خوشه ها بس یافت خوبی و نظام. وقتی که اینها آمدن اینها رو کشت، سه چهار ماه بعد، چهار پنج ماه بعد این خوشه ها بزرگ شدن، همه خیلی زیبا شدن، همه بر آمدن و نظام پیدا کردن، نظم و نظام و نسق خیلی خوبی پیدا کردن. داست بگرفت و مرانها را برید، پس ندا از غیب در گوشش رسید. خب این وقتی که اینها رسیدند، داست رو برداشت و اینها رو برید. ندا آمد که چرا کشتی کنی یا پروری، چون کمالی یافت آن را می بری. تو چرا وقتی که اینها کمال پیدا کرد چرا اینها رو بریدی؟ چرا چنین کردی؟ گفت یا رب زان کنم ویران و پس، که در اینجا دانه هست و کاه هست. اینم گفت که خدایا من مجبورم این کارو بکنم. شأن حقیقی این گندم چیست؟ این گندم این است که دانه از کاه جدا شود، خوب از بد، سره از ناسره جدا شود، طالح از صالح جدا شود، مؤمن از فاسد جدا شود. اینها رو که من وقتی جدا کردم، آن وقت است که هر کدام به مصرف خود خواهد رسید. کاه را می دهیم به حیوانات به عنوان علوفه می خورن و این گندم را هم تبدیل به نان می کنیم، که به قول مولانا این نان هم تبدیل به جان می شود در نهایت. این که این رسته تکاملی و رده تکاملی این گندم این است که از جمادی بمیرد و در وجود انسان به جان و روح و به حیات و زندگی تبدیل شود، وگرنه اگر چنین نباشد او به نهایت استمرار تکاملی خود نرسیده است. دانه لایق گفت یا رب زن کنم ویران و پس، که در اینجا دانه است و کاه هست. دانه لایق نیست در انبار کاه، کاه در انبار دانه هم تباه. هیچ کدام از اینها در جای یکدیگر نمیتوانند مفید باشند. نیست لایق این دو را آمیختن، فرق واجب میکند در بیختن. ما باید اینها رو از همدیگه جدا کنیم. بیختن یعنی الک کردن، اینها رو الک کنیم، جدا کنیم از هم دیگر، تا معلوم شود که دانه کجا و کاه کجا. گفت این دانش رو که اشناختی، از چه کسی این رو شناختی، که به دانش خرمنی را ساختی. گفت تمییزم تو دادی ای خدا، گفت پس تمییز چون نبود مرا. خب خدا به موسی گفت که موسی از کجا فهمیدی باید اینها رو بکنی و اینها رو بمیرانی؟ در حقیقت این گندم ها رو داری با داست
میکشی. من همین انسانهایی که رسیدند سر وقت و رسیدند به جایی که میتوانند تبدیل به جان شوند، من هم این انسانها رو برای خودم برمیدارم و با داس اجل اینها رو درو میکنم تا که در جای دیگری به آنها زندگی بهتری ببخشم. این زندگی شایسته اینها نیست، لایق اینها نیست. همچنان که وقتی که به جنین که در بطن مادر است به او بگویند که تو متولد میشوی، از این جنینی میمیری، البته مقاومت خواهد کرد. جای گرم و نرمی است، با صدای قلب مادر از خواب بیدار میشوم، میخوابم، از طریق خون مادر، از طریق جفت مادر میخورم، میآشامم. این جای گرم و نرم را من چرا از دست بدهم؟ یا آن جوجه‌ای که در داخل تخم است و وقتی که اون تخم رو میخوان که در بیارن بهش میگن بیرون حال و هوای دیگری است، اون کی باور خواهد کرد که بیرون چه خبر؟ حتما مقاومت خواهد کرد. در برابر آن مردن و این زنده شدن و این تولد یافتن. همچنین است در مورد انسان‌ها که از این دنیا وقتی می‌خواهند بروند مقاومت می‌کنند و دوست نمی‌دارند. چرا؟ چون مانند آن جنین نمی‌دانند که پس بطن مادر چه چیزهای عظیمی هست، چه خوراکی‌های بزرگی است، چه مناظر زیبایی است، چه چیزهای عظیمی وجود دارد، ولی این قادر نیست که این رو بداند. حتی اگر به او هم بگویند نشنیده خواهد گرفت. انبیا و اولیا و اوصیا آمدند به ما گفتند جهان دیگری است، تو در این جهان محدود نیستی، تو میتوانی که خیلی فراختر از اینها باشی. این دست و پایی که تو داری اینها بسیار ضعیف است، تو باید بال و پر در بیاوری. این چشمی که تو داری بیش از چند متر توانا و یارای دیدارش نیست، باید چشمی داشته باشی که چشم دلستان باشد و همه چیز را در آن واحد ببینی. این دهان تو فقط لقمه های چرب رو میخورد، لقمه های شیرین رو میخورد. بیا بهت دهانی بدهم، از این دهان بمیرانم، دهانی به تو بدهم که لقمه های راز بخورد، اسرار عشق الهی رو بخورد. این گوش تو جز نغمه های عادی این جهان چیز دیگری نمیشنود. آن نغمه های افلاکیان رو میخواهم به گوش تو برسانم. چرا مانند جنین سختگیری میکنی و از جفت چسبیده ای و نمیخواهی رها شوی، نمیخواهی بمیری تا به آن زندگی زنده شوی و به آن زندگی حیات پیدا کنی؟ گفت این دانش رو از چه کسی آموختی؟ گفت خدایا تو تمییزم دادی، تو به من عقل دادی، من میفهمم که اگر این دانه ها بماند خراب میشود، فاسد میشود. گفت خب فکر میکنی من به تو عقل دادم، خودم عقلم نمیرسد که چرا انسان ها رو چنین میکنم. گفت خدایا ببخش، من به هر حال نادان بودم. گفت تمییزم تو دادی ای خدا. گفت پس تمییز چون نبود مرا، من چطور ممکن است تمیز نداشته باشم؟ در خلایق روح‌های پاک هست، روح‌های تیره و گلناک هست. در انسان‌ها، در مخلوقات الهی یکی عده روح‌های پاک هستند، یک عده روح‌های گلناک هستند که آن دانه هست، آن یکی کاه هست. این صدف‌ها نیست در یک مرتبه، در یکی در است و در دیگر شبه. این صدف‌هایی که می‌بینید همه انسان‌ها هست، داخلشون فرق می‌کنند. این کسانی که میروند از عمق دریاها صدفها رو در میآورند، از 10 صدف که در میآورند ممکن است در یکی دری باشد و ممکن است از 10,000 تا یکی در خیلی ارزشمندی باشد که از بین 10,000 تا به وجود آمده باشد. چون این است که داستان خلقت خداوند هم چون این است، انسانها رو آفریده و روحهایی رو به آنها داده است، اما میخواهد این روح‌ها رو برگزیند و به سوی خود ببرد، آنها رو لایق این جهان ماده و این جهان پست نمیداند. همچنان که جنین رو لایق ماندن در شکم مادر نمیداند، برای او فراخنا میخواهد نه تنگنا، برای او جاهای بسیار عظیم میخواهد، برای او کیهان و کهکشان میخواهد، از آن جای تنگ و تاریک میخواهد او را برهاند. نسبت این جهان با آن جهان مانند نسبت همان جهان جنینی است
این جهانی که ما داریم در آن زندگی میکنیم. واجب است اظهار این نیک و تباه، همچنین که اظهار گندم هاز کاه. همچنین که باید گندم را از کاه جدا کرد، باید اینها را هم ظاهر کرد، آشکار کرد. بهر اظهار است این مرگی شهان، تا نماند گنج حکمت ها نهان. میگه ای شهان، ای شاهان، شما شاهی هستید که در بند این بدن مانده اید. شما توتیانی هستید شکر شکن که از هندوستان جان مانده اید، و برای اینکه از این هندوستان به آن هندوستان جان بروید و از این تنگنای قفس رها شوید، چاره ای جز مردن ندارید. همان قصه مشهوری که همه میدانید، قصه توتی و بازرگان که مولانا میگوید. آن بازرگان توتی داشت، میخواست بره به هند، گفت برای هر کدام چیزی بیاورم. او هم گفت وقتی به همراهان من رسیدی سلام مرا به آنها برسان. رفت در آنجا، بعد از مدتی همه ارمغان هایی که لازم بود با خود برداشت آورد. در بین راه متوجه شد که آن توتی که من در خانه داشتم، او هم از من تقاضایی کرده بود. گفت که حال مرا با آن توتیان شکرشکن هندوستان بگو، و آنهایی که آزاد و رها هستند در آنجا پرواز می کنند، حال مرا به آنها بگو. رفت در جنگل و توتیان رو دید و به آنها گفت که ای جماعت توتیان، من هم یک توتی دارم که در قفس است، در فلانجا، در غریبستان تن گرفتار آمده است. غریب است، کسی رو ندارد، تنها مانده است. شما این هم اینجا ناله و نوا و عشق و شور دارید و اینجا دارید به زیبایی زندگی میکنید، میپرید در اوج آسمان، اما او بیچاره در جای تنگ و با قضای تلخی میسازد. ناگهان بزرگ و مهتر این توتیان بر خود لرزید و افتاد بر زمین، و او نگاه کرد، دید که مرده است. برگشت و اونجا سخنانی میگوید، ای زبان تو مر مرا چون آتشی، که خیلی زیبا بیان میکند که چرا من گفتم، اصلا من اشتباه کردم در آنجا، که گریزی میزند به این مسئله که انسان مراقب زبان خود باشد. چرا من گفتم و موجب مرگ یک توتی شدم، آن هم توتی به آن زیبایی. برمیگردد ارمغان ها رو میدهد، اون توتی میگوید که خب کار من چه شد؟ گفت رفتم این را گفتم، و بزرگ توتیان بر خود لرزید و افتاد و مرد. همین که شنید، همان توتی هم بر خود لرزید و افتاد و در قفس افتاد. باز به زبان خود گفت که آخه تو این همه آنجا دیدی یکی مرد، چرا دوباره گفتی تا دیگری بمیرد؟ ای زبان تو خیلی داری کار بدی میکنی، صد بار ضرر کردی و دوباره هم چنین راه رو میروی. نهایتا این رو برداشت و گذاشت بر دیوار، و آن توتی که رمز رو یافته بود، رمز رهایی از این قفس چیست؟ مرگ است. بایستی بمیرد تا این که بتواند در هوای هندوستان جان پرواز کند. تا از این زندگی نمیرد، از قفس رها نخواهد شد. این قفس تن و قفس وجود ما مانند آن توتی است، آن توتی رنگارنگ شیرین سخن که روح ما هست، در درون قفس بدن ما گرفتار آمده است. حاضر نیستیم رو رها کنیم، محکم چسبیده ایم و چنگال‌های خود رو جسم ما بر روح و روان و چهره روح ما می کشد. ما با این بدن ما چهره روح رو می خراشیم هر لحظه، و او رو منکوب می کنیم، او رو در کنجی گرفتار و اسیر می کنیم. لازم است که این مرغ جان پرواز کند، لازم است که این توتی جان این قفس رو بشکند. میبایست چون این اتفاقی بیفتد، و این جز با مرگ ظاهری و حیات ابدی و حیات بسیار عظیمتر راست در نخواهد آمد. رشته چهارم در بیان بقای روح. بحث بعدی که میکند میفرماید که روح باقی است، برخلاف جسم که فانی است،
روح البته باقی است و جسم ما قبلا هم عرض شده است که جسم ما طبق آنچه که زیستشناسان میگویند جسم ما هر لحظه در حال نو شدن است، جسم ما هر لحظه در حال مردن است. یک انسانی که مثلا 70 سال دارد قلبش هر مثلا 90 روز، هر 85 روز میمیرد، کلن سلولهایش عوض میشود، کلن هر 90 روز یک بار این قلب ما کلن همه سلولها عوض میشود. و حالا جالب است راجع به بیماری ها سخنی بگوییم که بیماری چیست؟ آن بیماری هایی که اتفاق میفتد چیست؟ بیماری ها در حقیقت آن اطلاعاتی است که مثلا در دی ان ای انسان یا در سلول های خاص انسان به سلول های دیگر داده می شود. سلول جدید که به وجود می آید او که مریض نیست، او سالم است، اما اطلاعات بیماری رو از سلول قبلی که به جای او توسط حالا مثلا این تقسیمات سلولی انجام می شود، توسط اینها که انجام می شود، اینها این اطلاعات بیماری رو به آن سلول های جدید منتقل می کنند. اگر انسان اجازه ندهد که این سلول ها اطلاعات مریضی و بیماری رو به او بدهند و آنها خود به خود تندرست خواهند بود و خود به خود دیگر مشکل نخواهد و یک کسی که قلبش درد می کند بعد از 90 روز کلن وقتی سلول‌ها عوض شد نبایستی دیگر این مشکل رو داشته باشد. و همچنین است مثلا در مورد کلیه حدود 45 روز 50 روز گفتند، در مورد اجزای دیگر مکین‌ترین و خیلی ماندگارترین این سلول‌ها نورون‌های عصبی هستند که اونها رو هم 7 سال گفتند، بعضیا بیشتر گفتند، بعضیا هم گفتن که برخی هستن تا آخر عمر باقی میمانند، ولی بیشترین حالت که میماند همین 7 سال است که بعد از 7 سال حتی آنها هم عوض میشود. یعنی حداقل ما چندین بار در طول عمرمان تا حالا ریفرش شده ایم، تازه شده ایم، مرده ایم از آن جسمانیت. و چه چیزی موجب قوام بدن ما و وجود ما شده؟ از همان روحی که در ما وجود داشته و دارد و او باعث شده است که همه اینها در ظل توجهات روح این جسم ما برای خود حالت معینی پیدا بکند. در بیان آنکه تن لباس روح است و نشو و نما از روح دارد و به روح زنده است نه روح بدو. بعضی فکر میکنن که وقتی که دو نظریه هست، یک عده میگوین که وقتی که انسان به دنیا آمد این یک روح در درون او به وجود می آید. این بحث فیلسوفان غربی که بر مدعی مادیت هستند بیشتر این رو در نظر دارند. همین زیستشناسان هم ادعی به این اعتقاد دارند که اول این جسم است که به وجود می آید و بعد وقتی آماده شد روح خود به خود در آن به وجود می آید. ما هم که به تصادف معتقد نیستیم، چگونه ممکن است یک اتفاق تصادفی بیفتد و این همه عظمتی که در این کروموزوم ها هست، در این ژن های انسانی هست، ژنوم انسانی هست، چگونه ممکن است اینها همین طور باشد؟ اینها که ریزترین اعمالشان قابل محاسبه است و دانشمندان اینها رو محاسبه می کنند و می دانند که چگونه هست، اینها چگونه می تواند تصادفی باشد؟ عقل سلیم نمی تواند تصادفی بودن این همه عظمت رو بپذیرد. اینک بعضی گفتن که وقتی جسم به وجود آمد روح در درون او متولد می شود، آن حیات در درون او متولد می شود و بعد از آن که این جسم منهدم شد اون حیات هم از بین می رود. اما عرفا، مذهبیون، انسانهای روحانی معتقدند که چنین نیست. روح بوده است، در عالم ذر بوده است، خداوند ارواح رو ساخته است، آفریده است و آنها رو وقتی که جسمی قابلیت پیدا می کند تا نشیمن روح باشد، آن روح در به اراده خداوند بر این جسم تعلق می‌یابد و در این جسم حلول می‌کند، ظهور می‌کند در آن جسم. و تا زمانی که این خانه خراب نشده است این صاحب خانه در آنجا هست، اما وقتی که خانه خراب شد و ممکن است بر سرش آوار شود این روح از آنجا مفارقت می‌کند و در جاهای دیگر می‌رود. یک عده معتقدند که این روح می‌ماند و
به جای دیگری نمی رود و در این عالم هست. نظرات بسیار متعددی گفتند. یک عده گفتند که این روح می ماند، از جمله بودایان، برهمایان، غالب دین های دقیقت آیین های شرقی به این معتقدند که این روح ها از بین نمی روند و میمانند و در وهله دیگر، در مرتبه دیگر، در جسم دیگری حلول میکنند و دوباره در جسم دیگری زنده میشوند و دوباره آن جسم وقتی از بین رفت دوباره این روح به جسم دیگر و از این جسم به جسم دیگر و از آن به تناسخ تعبیر شده است. و بعضی ها میگویند روح انسان در انسان دیگر میرود که این میشود تناسخ. اگر روح انسان مثلا در حیوانات آمد فسخ مسخ می شود، اگر در گیاهان آمد فسخ می شود، اگر در جمادات آمد رسخ می شود و اینها خود مراحل خاصی است که اینها رو بیان کردم. اما یک عده دیگر هم معتقدند که این روح آمده است، مدتی نشیمن می کند در جسم انسان و بعد که بیرون رفت در برزخ وارد می شود که خواهیم خواند اینها رو از نظر مولانا، در برزخ وارد می شود و پس از آن به ملأ اعلا می پیوندد. پس اگر از سولت مرگ قفس تن را ویرانی روی نماید، مرغ روح را هیچ نقصانی نخواهد رسید. یعنی روح که هیچ طوری نخواهد شد، مانند خانه ای که خراب شد، لانه ای که خراب می شود، روح پرواز میکند و میرود، آن مرغ پرواز میکند و میرود. و آن که اول بار قفس او را ساخته باز تواند ساخت. خب کسی یک توتی دارد، این توتی قفس را شکست رفت، آیا نمیتواند قفس دیگری بسازد؟ میتواند قفس دیگری را برای آن توتی بسازد. این که کار سختی نیست. همان است که گفت که بلا قادرین الان نصبیه بنانه. آن مرد آمد پیشه پیامبر و یک استخوان پوسیده ای در دست گرفته بود و آمد و داشت با دستش این استخوان پوسیده رو له میکرد. آمد پیش پیغمبر، قال من یحیی العظام وهی رمیم. گفت ای رسول، تو آمده ای گفتی که خدا همه اینها رو زنده میکند. این رو داشت پودر میکرد، این استخوان رو که دستش بود، استخوانی که انسان بود، وهی رمیم، من یحیی العظام، چه کسی این استخوان‌ها را زنده می‌کند در حالی که اینها پود شده‌اند؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. ای رسول بگو که آن کسی اینها را دوباره می‌آفریند که بار اول آفرید. آیا آفریدن برای بار اول سخت‌تر است یا آفریدن برای بار دوم که الگویی وجود دارد؟ البته آفریدن برای بار اول سخت است. و آن بحث مشهور فلسفی که گفتند بهترین دلیل برای اثبات وقوع شیء، برای اثبات امکان شیء وقوع شیء است، اینجا ما میبینیم واقع شده است، اتفاق افتاده است و این انسان‌ها به وجود آمدند. پس دوباره اگر خدا بخواهد به راحتی میتواند اینها رو بیافریند. بلا قادرین علا ان نصبی بنانه. حتی ما قادر هستیم که آن سرانگشتان انسان که بسیار مهم است، آنها رو هم به تصویه برسانیم، آنها رو هم به وضعیت مناسبی برسانیم. خب البته میدانید که در قرآن اشاره شده است به نوک انگشتان. شما میدانید که با 12 فاکتور که در انگشتان ما هست، با 12 فاکتور در یک جایی که تقریبا مثلا 1 سانتی‌متر مربع هم هست، میتواند میلیاردها تنوع به وجود بیاورد. این هم از اعجازهای خلقت انسان است و از اعجازهای خداوند است. میگویند اثر انگشت هیچ کسی با کس دیگری برابر نیست، حتی در مورد مردگان هم چنین است. آثاری که دارن و انسان‌هایی که مرده‌اند، آنها را هم حساب که می‌کنند برابر نیست. با چند تا فاکتور، با 12 تا فاکتور می‌تواند از لحاظ احتمالات، قانون احتمالات، از لحاظ ریاضی حساب بفرمایید، 12 بتواند 12. و این قدر که بتوانیم ما اینها رو، این پلاک‌های خاص و جاهای خاصی که قرار بدهیم و این 12 نقطه رو
جوری قرار دهیم که میلیاردها تنوع ایجاد شود و هیچ کدام شبیه هم نباشد. این بسیار از لحاظ علمی سخت است، بسیار از لحاظ علمی مسئله مهمی است. به خاطر همین از قرآن می‌فرماید که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. بنان یعنی سرانگشت، سرانگشتی که در زمان نزول قرآن مردم آنقدر اطلاعات علمی نداشتند، اکنون ما تا حدودی می‌توانیم این رو درک بکنیم. تو بدان کین تن بود همچون لباس، روح را او لابس آمد در قیاس. مولانا مثال‌های زیادی می‌زند، یکی از مثال‌های مهمش همین است. مثال روح و جسم رو زده است به لباس و خود شخص. خود شخص چقدر می‌تواند لباس رو عوض کند؟ خلع و لبس بهش میگن. خلع یعنی روح از یک جایی برخیزد و لبس هم که خلع و لبس یکی از مباحث مهم فلسفه اسلامی است و بحث‌های فراوانی شده است، ما اینجا فرصت نداریم زیاد به آن بپردازیم، ولی لبس یعنی لباس پوشاندن و پوشان تلبیس آنچه که هست. روح وارد یک لباس خاص می شود، می تواند این لباس رو عوض کند. این لباسی که ما به تن داریم این قابلیت این رو دارد که بسیار سریع عوض شود. ما ممکن است هزاران لباس داشته باشیم، هیچ فرقی هم ندارد. جسم ما همان در برابر روح ما همان لباس است نسبت به شخص ما و شخصیت ما. تن همیز لابس است، اگر مقایسه بکنی تن لابس روح است، پوشاننده روح است، تن لباس روح است. همچنان که این لباس ها لباس جسم ما و تن ما هستند، این تن ما هم در حقیقت پوشانده است روح رو و به خاطر همین است که ما روح رو نمیبینیم. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر رو با. ولی کسی که نمیداند تن رو خیلی مهم میداند نسبت به روح، روح خودش رو پنهان کرده. چرا که اکنون بدن ما دیده میشود زیر لباس؟ نه، ما لباس میپوشیم که اتفاقا بدن دیده نشود. خب پس چگونه هست که وقتی این لباس بدن لباس تن رو من دارم حتما روح دیده نخواهد شد و این پوشش آن است و بدن من پوشش روح من است. گویدش ای مزبله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. میگه خیلی زیباست، این بدن انسان رو زباله‌دانی میگوید. چرا زباله‌دانی میگوید؟ یک بشر بمیرد بعد از 3 روز در یخچال نباشد. کسانی که دیده باشند میدانند که چه عرض میکنم، یک جنازه باشد و در سردخانه نباشد بعد از 3 روز چه اتفاقی برایش میافتد؟ بدتر از مزبله هست. 1 ساعت بعد از مرگ پدرش هست، مادرش هست، عزیزش، خیلی هم دوست داره و عاشقانه دوستش می‌دارد. مادر مرده، زنگ زدن به مثلا جایی که بیاد ببره مثلا این رو به گورستان، این فاصله‌ای که هست، میگن تو برو تو اون اتاق بخواب. میگه من میترسم. میترسد که پیش مادرش که 1 ساعت قبل مرده است بخوابد، بماند در آنجا. خب این چه حالتی است؟ این چیست که در او عوض شده است؟ یک روح رفته است. چرا ما چنین میبینیم و چنین درک میکنیم؟ دلیلش این هست که انسان وحشت دارد از خودش. اگر حال بماند که بدتر است، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ ظاهری مزبله هست، زباله‌دان هست. یعنی ما حساب بکنیم، من مثال می‌زدم به دوستان، بدن انسان، یک انسان که 70 سال دارد، 70 کیلو وزن داشته باشد، 80 کیلو وزن داشته باشد، این 75% آبه، میشه چند سطل آب؟ مثلا 2-3 سطل آب میشه. بعد بقیهش چربیه، به قول معروف میشه 7 صابون مراغه، از این صابون مراغه هست، میشه 7، چند تا هم مثلا استخونهاش رو اینها رو حساب بکنید، این هم نشور میگفتیم ما قدیم ها، نشوری بود که مثلا در حمام استفاده میکرده، این همین میشه. ای انسان چه به خود مینازی؟ 3 سطل آب هستی و 7 صابون مراقب و
هفشتا هم نشور هستی، تو چه هستی که اینقدر به خودت مینالی، خودت رو اینقدر میپسندی، این همه با خود مراوده داری، این همه از خودت خوشت میاد، این همه از خودت به قول معروف تعریف میکنی، این همه من میکنی، تو چه هستی؟ امام صادق فرمود که عجبا للمتکبر الفخور الذي كان بالامس نطفه ثم هو قدا جيفا. من تعجب میکنم از متکبر که فخر میکند که دیروز نطفه ای بوده است که اگر نشان بدهند که تو این بوده ای، حاضر نیست او رو تماشا کند یک لحظه. ثم هو قدا جيفا، فردا هم یک جیفه، یک مردار هستی که اگر تو یخچال نذارنت، اگه تو این نایلون ها نذارن، درش رو نبندن، بوی گند تمام عالم رو برخواهد داشت. تو چه هستی؟ تو که هستی؟ این همه تکبر، این همه تبختر، این همه خود بزرگبینی برای چیست؟ اگر از این جسمت استفاده کردی برای شادی انسان ها، آن وقت خوش به حال تو. ولی اگر این رو مایه ظلم و ستم به دیگران قرار دادی، این جسم رو، این بدنت رو مایه اجحاف و ستم به دیگران قرار دادی، خب این که بدتر است و واقعا همان لجنزار است و همان مزبله است. گویدش ای مزبله تو کیستی؟ روح به بدن میگوید که تو مزبله هستی. ما ظاهرمان رو میسازیم، با شامپو میسازیم، با ادکلون میسازیم، نمیدانم مسواک میزنیم. یعنی اگر ما مسواک نزنیم چه اتفاقی؟ این باطن ما بیرون میآید. باطن ما اینقدر کثیف و بدبو هست، ولی این رو احساس نمی کنیم. این جسم ماست، این جسم ما حقیقتا از حقیقت هیچ بهره ای ندارد. گویدش ای مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی، من نور من باعث شد که تو زندگی کنی. غنج و نازت می نگنجد در جهان، اونقدر ناز میکنی، عشوه میکنی که در جهان نمی... آخه تو چه هستی؟ مشهوره که یک روز حضرت موسی نشسته بود، کلیم الله بود، با خدا سخن میگفت، یک سوسکی آمد، از اون سوسکای سیاه بوده ظاهرن، آمد از جلوش رد شد. این هم وسط مناجات گفت خدای آخه، عزتت، شوکتت، عظمتت، این سوسکو برای چی آفریدی؟ خدا فرمود که یا موسی، تو برای بار اول است که میپرسی این سوسک را برای چه آفریدی؟ این سوسک تا حالا صد بار از من پرسیده است، این موسی رو برای چی آفریدی؟ این به چه درد میخورد؟ این سرگین گردانک لااقل میبرد به چند نفر حیوان دیگر طعمه میدهد. این انسان وحشی میرود و وسیله‌ای میسازد که بتواند با آن هم نوعان خود را بیشتر بکشد. سلاح هسته‌ای میسازد که بتواند در یک آن 2 میلیون نفر را یک جا پودر کند. این انسان جاهل نادان بدبخته مسلسل میسازد که با آن هم نوعان بیشتری را بتواند از خود بکشد. هواپیما میسازد، بمب میسازد که بیشتر از خود بکشد. کدام سوسکی چنین میکند؟ کدام سوسکی سوسک دیگر رو میکشد؟ میخورن همدیگر رو، ولی وقتی مردن. ماها زنده زنده همدیگر رو حاضرین بخوریم به خاطر این جیفه دنیا، به خاطر این چیزهایی که وجود دارد. این است که این مزبله چیز دیگری جز این توهمات نیست. گویدش ای مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی، غنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو نهان. بیست تا اینکه وقتی من نهان شدم، آن وقت خواهی دید که چه خواهد بود. سبزه ها گویند ما سبز از خدیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خریم. مثال میزند این سبزه هایی که در باغ میروید، اینها میگویند ما خودمان شاد هستیم، ما از خودمان هستیم، ما خودمان اینقدر زیبا هستیم. ولی تابستان میگوید اشکال ندارد، تو بگو که خودت زیبا هستی. وقتی من گذشتم دیگر نبودم، وقت میفهمیم که اینها از خودت بود یا از من بود، از تابستان بود، از چه چیز بود؟
سبزه ها گویند ما سبز از خدیم، خد یعنی خود دیگه، اینجوری خواندیم رو، شاد و خندانی و بس زیبا خد، زیبا خد خد یعنی چهره، گونه رو خد میگویند، زیبا خد هستیم، فصل تابستان بگوید کی امم، خیش را بینید چون من بگذرم. نگاه کنید وقتی من گذاشتم آن وقت ببینید چقدر افسرده میشوید. تن بود چون سایه و جان شخص آن، سایه را بی شخص خود نبود توان. مثال دیگری میزند، مثال دیگری که برای رابطه بین روح و جسم میزند، میگوید جسم سایه هست و روح خود شخص است. آیا روح نباشد جسم میشود؟ باشد، ممکن نیست. وقتی که شخص نباشد سایه او کجا میتواند باشد؟ یعنی یک چیز عارضی است و یک چیز اصولی نیست. قامت تو برقرار آمد بساز، سایعت کوته دمی یک دم درا. میگه آنچه که اصل است همین قامت خودته، ولی سایه تو ممکن است یه دفعه دراز بشه، بشه 5 متر، یه دفعه بشه 0.5 متر. پس چه چیز رو اونجا نشان میدهد؟ اینکه این درازی و کوتاهی مهم نیست. فلان کس قدش بلند است و رعنا هست و دیگری قدش کوتاه است، پس این بر این فضیلت دارد. چنین نیست و هیچ چیزی چنین نیست، که اینها سایگاه هایی هستند. انسان سایه است که بدنش بر آن افکنده است و جسمش و شخصش بر زمین افکنده است. روح را توحید الله خوشتر است، غیر ظاهر دست و پای دیگر است. مولانا به فضای دیگری وارد می شود، میگه آن دست و پایی که تو میگویی اینجا هست، این دست و پا جای دیگری هست، یک دست و پای دیگری هم داری، آن دست و پا را پیدا کن. مولانا معتقد است تو دهان دیگری داری، آن دهان را پیدا کن. تو چشم دیگری داری، آن چشم را پیدا کن. گوش دیگری داری، با آن گوش دیگر هم سعی کن درک کنی و با آن هم بشنوی. دست و پا در خواب بینی ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. میگه مثلا در خواب که میبینی مثلا با همدیگه جمع شده دست ها، یه دفعه میبینی که مثلا دوتا دست داری، یه خواب ممکنه دیگه آدم تو خواب ببینه که دوتا دست داره، میگه اگه دیدی چنین هست این خواب نیست، این واقعیت، تو دو دست داری، اما دست دوم رو تو نمیبینی، آن دستی که حقیقیست، آن دستی که اصیل است. دانشمندان آمدن یک دوربین رو اختراع کردن که یک برگ رو، من آزمایش هاش هم دیدم، یک برگ رو بریدن. قبلا این رو یک عکس ازش گرفتن، حاله خاصی که بر دور برگ زنده بود او رو گرفتن، یک حاله نورانی شفاف بوده دوران. بعد آمدن که این رو بریدن، دوباره این رو گرفتن، دیدن که این حاله کامل هست، با اینکه جسم آن رفته ولی حالش کامل است. از این نتایجی گرفتن، حالا در هر علمی، حالا در علم زیست شناسی و سایر موارد، این است که اگر آن برگ درست نیست ولی جایگاه حقیقی آن، آن روحی که در آنجا هست و آن انرژی ها یا هر چیز دیگری که وجود دارد در آنجا باقی هست. آن تویی که بی بدن داری بدن، پسمت هست از جسم جان بیرون شدن. از اینکه جان از جسمت بیرون شود نترس، اتفاقی نمی افتد. باور کن این رو که وقتی که این جان و روح از جسم تو بیرون رفت، تو خوشبختتر و خوشحالتر خواهی بود. جلسه قبل همینجا عزیزمان آمدن و به ما گفتن که یک تجربه خاصی هم داشتن. در آن تجربه خاص، یعنی اینکه انسان‌هایی که می‌خواهند بمیرند واقعاً هرگز حاضر نمی‌شوند که دوباره به این جسم برگردند. این جسم جز سنگینی و زحمت و رنج و دردسر چیز دیگری نیست. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. مثال دیگری می‌زند، میگه این شمشیر که در غلاف است، این جسم ما همان غلاف است و شمشیر اصلی که کار اصلی برای آن است، آن روح است. آیا کسی بیاید و فقط غلاف ببندد و شمشیر نداشته باشد، ما چگونه به او نگاه میکنیم؟
میشه پهلوان پنبه به قول خودمان، که شمشیر ندارد و فقط غلاف با خود همراه میبرد، پوشش او رو دارد. خب این امر بسیار عجیبی است. روحی که در بدن نباشد مانند آن غلافی است که شمشیر در آن وجود ندارد. این جهان خواب است، اندر زن مایست، گر رود در خواب دستی باک نیست. میگه تابع زن خود نباش، تابع علم باش، که اگر در خواب دستت رو بریدند آن وقت باکی نیست، تو ناراحت نمیشوی. وقتی آنجا دست رو بریدن شما بیدار میشوی، به دستت نگاه میکنی، آخه این دست رو بریده بودن، میبینی که سالم است. مثال آن همان است، اگر در این جهان این دست رو ببرند، دست حقیقی تو ماندگار است و خواهد بود. مولانا مثال زیبایی دارد در مثنوی، قصه آن صوفی که با یک دست زنبیل میبافت. میگویند که یک صوفی بود، یک درویش بزرگی بود، ظاهراً در زمان بایزید بوده است یا هر وقت دیگر، که ایشان آنقدر در اطاعت و مطابعه پیش رفته بود و آنقدر در توکل به مراحل بالا رسیده بود و در تفویض و تسلیم الهی، که کارش غذایش میوه هایی بود که تو جنگل ها می روید و از آنها می خورد. این تصمیم می گیرد یک روز که هیچ میوه ای رو از درخت نکند مگر میوه ای که بر زمین افتاده باشد، فقط اونها رو بخورد. یعنی وقتی افتاد خدا اجازه داده که بخورد، وگرنه این رنج داشتن و اذیت این سیب و گلابی و اینها رو روا نمی دید. تا اینکه خدا خواست او را امتحان کند، او را چندین روز، بعضی گفتن 4 روز یا 7 روز، هیچ میوه ای از درخت پایین نیفتاد. این مجبور شد که خلاصه دست ببرد و یک میوه ای از آنجا بکند و بخورد. وقتی که کند و خورد، در همان جا بود که یک دفعه حرامیانی که بودند آمدند آنجا و به دنبال اینها اون نگهبانان آمدند، همه رو گرفتند و طبق قانونشون دستها رو می‌بریدند. آمدند دست این رو هم گذاشتند زیر ساطور و دستش رو قطع کردند. بعد که می‌خواستند پاش رو قطع کنند، آن امیر و آن بزرگ گروه که بود و بزرگ کسانی بود که این حکم رو داشته بودند، گفت که دست نزنید، این یکی از صوفیان بزرگی است، این از مقربین درگاه الهی است، این آدم بسیار بزرگ، این هرگز دزدی نمی کند. آمد از او عذرخواست، گفت نه، اصلا عذرخواهی لازم نیست، به جهت جسارتی که من کرده ام به ساحت حضرت حق، عهد خود رو با حضرت حق شکستم، دست بردم به سمت آن میوه، این دست بایستی بریده می شد، این مکافات عملی است که من کردم، من با معشوق خود رو راست نبودم، نباید دست می بردم، هر دستی که برخلاف میل معشوق به جایی دراز شود بایستی که قطع شود. این آمدند و تکریم کردند و عذرخواهی کردند، گفت نه این حقم بود، خیلی هم خوب بود. بعد یکی از این بزرگان می رود و یک کلبه ای داشته است، این زندگی روزگارش رو با زنبیل بافی می‌گذراند، از زنبیل‌ها می‌آورده شهر می‌فروخته است. این یک روز هیچ کس رو اجازه نمی‌داد، می‌رود می‌بیند که خانه روشن است ولی هیچ شمعی در آنجا وجود ندارد. وارد آنجا که می‌شود می‌بیند این با 2 دست دارد زنبیل بافی می‌کند. می‌گوید مگر تو دستت بریده نبود؟ گفت تو سر مرا فاش کرد. و با او عهد می کند که تا من نمردم این سخن را با کسی نگو. و او هم نمی گوید، از اولیای الهی بود، وقتی که می میرد می گوید من رفتم در آنجا، اتاق روشن بود بدون اینکه شمعی باشد و او با 2 دست داشت زنبیل می بافت، در حالی که همه می دانستند که آن دستش نیست. و مولانا این قصه رو بسیار زیبا می گوید با مقدمات و با مؤخرات خودش، که انصافاً از شاهکارهای بسیار زیبایی است، بسیار
اصلا قصه سرعالی است، بسیار قصه زیبا و عظیمی است و مقصود خود را هم خیلی خوب بیان می کند که این دست آنجا می گوید که این دست مهم نیست که این دست با آن دست برود و چه اتفاقی بیفتد، اینها مهم نیست، مهم آن است که اصل دست آن دستی است که هرگز بریده نمی شود، اصل جسم آن جسم است که هرگز نمی میرد، هرگز مرگ برای او وجود ندارد. این جهان خواب است اندر زن مایست، گر رود در خواب دستی باک نیست، گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، هم سرت برجاست هم عمرت دراز. دیگه تو خواب ببینی که یکی اومد سرت رو با شمشیر برید، بعد که بیدار شدی میری پیش معبر میگه عمرت زیاد میشود، میگه سرت هنوز برجاست، هیچ اتفاقی نیفتاده و چه چیزی، و این که تو مرده ای، میگن که اگر در خواب آدم ببینه که مرده است عمرش دراز شده، یا کسی رو ببیند که مرده است عمرش دراز شده است. حاصل اندر خواب نقصان بدن نیست، باکو نی دو صد پاره شدن. ببینیم تو خواب که اصلا ما تکه تکه شدیم، بعد از خواب میبینیم که چیز نیست. در حقیقت این جهان هم چنان است، این جهان خواب و رویا هست. ما بعد از این که الناس نیامون ازا ماتو انتبهو، پیغمبر فرمود مردم در خوابند آنگاه که مردن بیدار خواهند شد. یک کسی بیان می کند که من نمیدانم، من آن پروانه ای هستم که در یکی از جنگل های آفریقایی بر روی یک شاخه هستم و به خواب رفته است و خواب انسانی را می بیند که مثلا در کشور ایران است و در شهر تبریز است و دارد مثلا مثنوی می خواند. کدام است؟ یا من همان پروانه‌ای هستم که خواب این را می‌بینم، یا من کسی هستم که خواب آن پروانه رو خواهم دید و خواهم شنفت. من کیستم؟ من چیستم در این وسط؟ من در کجای این معامله قرار دارم؟ نکند یک دفعه بیدار شویم از اینجا ببینیم که خواب یک کرم خاکی بوده این در یک نقطه ای از جهان. از کجا معلوم چنین نباشد؟ این که این جهان خواب و خیال است و این جهان همگی در مسیر خواب و خیال‌های خاص است. وقتی که بیدار شدیم، وقتی که از این جهان مردیم، آن وقت خواهیم فهمید که آیا این خواب بوده است یا نه. چه رویای شیرینی هم بود. انسان وقتی خواب می‌بیند اصلا خیلی وقتها متوجه نمی‌شود که در خواب است و آن چیزهای زیبا رو می‌بیند، ولی بعد که بیدار شد می‌بینند که افسوس از آنها خبری نیست. اگر بدی باشد شکر می‌کند که الحمدلله ما رو کشته بودن حالا نمردیم. اگر مثلا بهش پول‌های بسیار بسیار داده باشند تأسف می‌خورد که ای کاش آن خوابمان به واقعیت می‌پیوست. همچنین است، ما از کجا می‌دانیم که پروانه‌ای ما را در خواب می‌بیند؟ ما خواب درون خواب یک پروانه هستیم که نسبت به ما می‌اندیشد. ما از کجا می‌دانیم چه هستیم و چه خواهیم بود؟ چون توضیح دادم اینها رو، 10 دقیقه از وقت اون مونده، اینها رو سریع‌تر من عرض بکنم. حکایت از قصه عزیر پیغمبر علی نبینا و این یک بیتش مان. این جهان را کو به صورت قائم است، گفت پیغمبر که نوم نائم است که عرض کردیم. کوزه ای را کوزه گرگر بشکند، گر بخواهد باز قائم میکند. یک کوزه‌گر هست، کوزه رو شکست میتواند دوباره بسازد؟ بله میتواند. خدا ما رو شکست میتواند مثل ما رو بسازد؟ بله، بهتر از ما رو هم میتواند بسازد. قصه عزیر پیامبر رو نقل میکند که همه شنیده ایم. عزیر پیامبر در گویا در 30 سالگی از جایی رد میشود و مدره بالقریت به قریت در قرآن هم آیه‌اش هست که در یک جایی رد میشد و وقتی که آنجا در یک روستایی که همه اهلش مرده بودن و وهی خاویتون علا عروشه ها، آنها همه ساختمان ها و سقف ها همه خاویده بود، بعد یک دفعه این عزیر پیغمبر در ذهنش آمد که نکند این حقیقت داشته باشد که خدا اینها رو دوباره می آفریند. گفت چگونه خداوند این همه رو دوباره
می آفریند و دوباره زنده می کند. این انسان هایی که مردن و استخوان هایشان مانده است، اینها رو چگونه دوباره می سازد؟ فاماته الله مئت عام. قرآن می گوید که خدا 10 سال او را میراند. بعد فلما بعثهو، که قرآن با بعثت، با کلمه بعث و برانگیختن می گوید، 100 سال او را میراند. فلما بعثهو قال کم لبسته، چقدر درنگ، چقدر بود؟ این صبح بوده، بعد از 100 سال این صبح تقریبا به ظهر رسیده بوده. گفت لبستو یومن و بعض یوم، یا یه روز یا نصف روز، یا چند ساعتی خوابیدم دیگه. قال بل لبستم اتا آم، بلکه خدا فرمود که تو 100 سال در آنجا ماندی. انظر الى طعام که و شرابک لن یتسنه، میگن با خود انجیر و انگور برده بود و آب خنکی از جوی برداشته بود، نشسته بود که بخورد، در همان حال بوده. نگاه کردید آب همچنان سرد است و انجیر همچنان تر و تازه و انگور همچنان تر و تازه هست. و انظر الى حمارک، حالا که به اینا نگاه کردی، اینا هیچ تغییری نکردن، حتی دماشون هم فرق نکرده. انظر الى حمارک، به حمارت، به الاغت نگاه کن. نگاه کردید که از او فقط چند تا استخوان مانده است. گفت خدایا چگونه انا یکون هذا، این چگونه میتواند این اتفاق بیفتد؟ و خداوند فرمود که نگاه کن ببین که چگونه بر این استخوانها رو تازه میکنیم و بر آنها گوشت میرویانیم. در جلوی چشم او این استخوانها به هم چسبیدند و گوشت بر او رویید و الاغ او سالم و سلامت شد. این نشست بر الاغش، گفت دیگه برگردیم، دیگه نمیخوایم بریم. رفت پیش کسی مشهور است که این رو تورات بیان کرده، این نقل تورات هست و البته مسلمان ها هم از تورات گرفتن. میگویند که رفت و یک پیرزنی را دید که چشمش کور شده است و دیگر هیچ راهی ندارد. گفت که من خانه عزیر اینجاست. گفتن که او گریه کرد، گفت عزیر 100 ساله نیست، اصلا نبوده است، شما از کجا دنبال او میگردی؟ گفت من خود عزیر هستم. گفتن که چون این چیزی ممکن نیست. گفت عزیر مستجاب الدعوه بود، اگه راست میگی من که پیرزنم، بعضی میگن مادرش بوده، بعضی میگن مثلا حالا نوکر خونهشون بوده یا کسی کنیز بوده، احتمالا مادرش بیشتر بوده که جوان بوده. و حالا میگه که چشم من رو درست کن، چشمش بینا میشود و قدش خوب میشود. و بعد از آن میاد و به همه اعلام میکند. بعد از آن 20 سال زندگی میکند. یک برادر دوقلو هم داشته که او هم با هم متولد شده بودن. اینها با هم میمیرن، یکی در 50 سال میمیرد، همین عزیر، و اون که اسمش عزره بوده، اون هم در 150 سال عمر میکند و میمیرد. حال قصه های متفاوتی است. هین عزیرا، اجتماع اجزای خر او بعد از ریزه شدن از یکدیگر و الیه اشار المولوی، هین عزیرا در نگر اندر خرت که بپیوست است و ریزیده برد. ببین که ریخته همه جا، اصلا منفک شده. پیش تو گرد آورم اجزاش را، الان اجزای او را جمع میکنم، این سر و گوش و دم و دو پاش را همش رو جمع میکنم. دست نه با جزو بر هم میزند، نهد پاره ها را اجتماع میزند. بدون اینکه دستی رو شما ببینید، این تکه های الاغ رو به همدیگر متصل میکند. چشم بگشاهش را پیدا ببین، تا نماند شبهت در یوم دین، تا ببینی جامعی را تو تمام، تا نلرزی وقت مردن ز احتمام، همچنان که وقت مردن ایمنی از فوات جمله حسهای تنی، بر حواس خود نلرزی وقت خواب، گرچه میگردد پریشان و خراب، بی چراغت چون دهد او روشنی، گر چراغت شد چه افغان میکنی. میگه آن روشنی که هست، این روشنایی از روح تو هست. اگر از خانه تو این چراغ رو بیرون بردند، چه فایده‌ای دارد؟ من با اجازهتون این رو هم سریع بخونم که دیگه تمام بشه. ای درویش در ویرانه تن، گنج روح پنهان است، تا تلسم جسم شکسته نشود، کسی به گنج روح نرسد.
اگر مرگ اضطراری نیست باری به اختیار بمیر تا از این گنج به نقدی رسی. میگه مردن یعنی ساختمان بدن وقتی خراب شد در حقیقت مثل این که از درون آن یک گنجی پیدا کردی. باش خواهان اجل چون طفل شیر، نز رنجی کو تو را دارد اسیر. مرگ جو می باش نز عجز و نه از عجز و رنج، بلکه یابی در خراب خانه گنج. تو بایستی گنج روح رو بعد از خرابی این جسم پیدا کنی، وگرنه تا این جسم تو پا بر جاست به روح نخواهی رسید. خانه برکن که از عقیق این یمن، صد هزاران خانه شاید ساختن. این خانه رو بکن، از گنجش که پیدا میکنی صد هزاران خانه از عقیق یمانی میسازی. که هزاران خانه از یک نقد گنج، میتوان کردن امارت بیزن. یک قطع الماس پیدا کنی با آن میتوانی هزار تا ساختمان رو بسازی. عاقبت این خانه خود ویران شود، گنج از زیرش یقین عریان شود. خانه تا ویران نشود از زیر آن گنج بیرون نخواهد آمد. لیک آن تو نباشد زان که روح، مزد ویران کردن استش از فتوح. چون نکردان کار مزدش هست لا، لیس للانسان الا ما سعا. انسان هر تلاشی که میکند به آن میرسد. بنابراین روح تو هم هر کاری که میکند به همان اندازه به آن گنجی که در فنای جسم تو هست به آن خواهد رسید. دست خواهی بعد از آن که ای دریغ، این چنین ماهی بودن در زیر میر. به کسی بگن که فلان جا یک کسی هست خیلی زیبا هست، محبوبی هست خیلی زیباست، این هم تعلل کند عمرش بگذره، وقتی پیر شد برود ببیند وای چه کسی بوده، چقدر خود رو ملامت خواهد کرد که من چرا زودتر این رو باور نکردم، چرا زودتر به این نپرداختم، من چرا زودتر به دیدار معشوق و محبوب نشتافتم، من نکردم آنچه گفتند از بهی. بهی یعنی روشنی، تابانی، زیبایی، بهجت، نور. من نکردم آنچه گفتند از بهی، گنج رفت و خانه و دستم تهی. گفتن که این خونه رو بکن، این خونه ای که در اینجا با فقر زندگی میکنی اینجا رو بکن، زیرش یک گنج عظیمی است که میتوانی هزاران از این خانه ها بسازی. میگه نه، من خانه‌ام رو خراب نمی کنم. بعد از این که مرد و این خانه خراب شد، تازه آن وقت اون گنج بیرون میآید. جسم رو میگیم که این جسم رو رها کن، جای دیگر چیزهای زیباتری هست، خانه های دیگری هست. میگوید نه، من این خانه جسم و بدنم را رها نمی کنم. دیدم من در خانه من نقش و نگار، بودم من در عشق خانه بیقرار. دیدم مثلا دیواراش خوب قشنگه، عاشق موقت شدم و از اصل دور شدم. بودم از گنج نهانی بی خبر، و ندایه می زدم آنجا تبر. آه اگر داده تبر را دادمی، این زمان غم را تبر را دادمی. آه از روزی که اگر من می آمدم و با تبری بر می داشتم و این خانه‌ای که در آنجا با سختی و کلفت زندگی می کنم او رو می کندم و آن گنج رو پیدا می کردم، چقدر زندگی راحت و آسانی داشتم. امیدواریم که انشاءالله همه ما جزو کسانی باشیم که بتوانیم کمترین توجه رو به این خانه ویران بدن بکنیم و بیشترین توجه رو به روحمان که مهمترین چیز هست داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.